دولت کارآمد دولتیه که بتونه اولا واقعیت رو خوب بفهمه و بتونه توی با فهم درک از واقعیت یک سیاست‌های درست و منسجم و پیگیری رو اتخاذ بکنه و بتونه در عمل سیاست‌هاش رو اجرا بکنه به نتیجه برسونه. اگر با این سه تا سیاست، یعنی در واقع من میگم که اصلا حکمرانی یعنی چی؟ حکمرانی در واقع این که یه دولت بتونه منافع جمعی ملت ایران رو درست تشخیص بده و فقط هم تشخیص داد که این منفعت ملی ایرانه. فرض کنیم گفتش که حل مسئله ایران در شورای امنیت و مسئله برجام منفعت ملی ایرانه، بتونه این منفعت رو عملیاتیش کنه. اگر گفت پیوستن به FATF منفعت ملی ایرانه، اولا درست تشخیص بده، دوم این که بتونه این رو عملیاتی کنه. و نکته مهم اینه که مجموعه اقداماتش با همدیگه یک کل سازگار رو تشکیل بدن. یه روز بگه من طرفدار بخش خصوصیم، یه روز بگه من مقام شود برم تعذیرات حکومتی را بندازم و هر کسی افراد و نقره داغ بکنم، این دوتا بحث با همدیگه سازگار نیست. بنابراین این که در واقع یک تئوری و یک نظریه سازگاری رو تعقیب بکنه بسیار مهمه. بنابراین شما اگر میخواین بحث دولت کارآمد رو پیگیری بکنید، باید ببینید که چقدر دولت توانسته یک هر دولتی، حالا میخواد دولت آقای مهندس موسوی باشه یا دولت آقای هاشمی رفسنجانی باشه یا دولت آقای خاتمی و بعضی دولت‌های بعدی، باید آیا توانستن یک نظریه منسجمی رو ارائه بکنن؟ آیا نظریه که داشتن با واقعیت خارجی ایران چه داخل و چه خارج سازگار بوده؟ و سوم تا چه حد توانستن نظریشون رو در عمل اجرا بکنن؟ با این ستا پارامتر میشه در واقع دولت‌ها رو ارزیابی کرد. به نظر شما اصلا دولت‌های ما جامعه مدنی رو نمایندگی می‌کردن؟ خب این از اون بحث‌های بسیار مهمه. در اصل نکنید انقلاب مبناش این بود که ما می‌خوایم دولت ایران نماینده حاکمیت ملی باشه، اراده عمومی باشه. در واقع اساسا شما بر اساس قانون اساسی میگید که حکومت در ایران بر اساس اراده عمومیه. و در واقع اصلا یه فصلی دارید در واقع حقوق ملت. بنابراین قانون اساسی مبناش اینه که حاکمیت باید آینه برگردان اراده عمومی باشه و افکار عمومی باشه. ولی اینکه در عمل صحنه سیاسی ایران چگونه پیش میره، خب جای بحث بسیار جدی داریم که در عمل چگونه است. خب تو ایران به دلیل اینکه در واقع دولت بسیار پرقدرته و درآمدهای نفتی رو داره و درآمدهای نفتی در واقع تا یه حد زیادی دولت رو از جامعه مدنی مستقل کرده، نه تنها مستقل کرده بلکه جامعه مدنی رو به خودش وابسته کرده. در واقع شما می‌دید که توی بقیه کشورها در واقع حکومت دولت در واقع تابعی از جامعه مدنیه و می‌بینه که مردم چی می‌خوان، گروه‌های اجتماعی چی می‌خوان. ولی تو ایران معکوسه، در واقع این ملت و مردم هستن که وابسته به دولتن. همه خاطر شما میدید که الان هم مثلا منطق چیه؟ منطق اینه که دولت میگه من اینقدر پول توزیع میکنم. یعنی در واقع منطق معکوسه. یعنی در واقع اگر تو بقیه کشور اینه که این جامعه چقدر ثروت خلق میکنه و چقدر به دولت مالیات میده، تو ایران معکوسه. تو ایران دولت میگه من چقدر پول توزیع میکنم و چگونه تمام این ملت رو به خودم وابسته میکنم و در واقع ملت میشه حقوق بگیر دولت. این رابطه خب بحث بسیار بسیار مهمه. همینا در واقع مانع توسعه در ایران هم خودش همین بحث است. تو دولت 11 و 12 میدید که مسئله رو درست متوجه میشن تا یه حدی، ولی وقتی میخوان مسئله حل بکنن اصلا مسئله رو اجتماعی نمیکنن. فکر میکنم مسئله رو باید به صورت امنیتی حل و فصلش بکنم. لذا بزرگترین مشکل آقای روحانی چیه؟ مشکل آقای روحانی اینه که اصلا نمیتونه مسئله رو با جامعه در میان بذاره. لذا ممکنه برجام رو درست تشخیص بده ولی نمیتونه مسئله رو حل و فصل کنه، چون که اصلا نمیتونه جامعه رو با خودش
همراه بکنه. ممکنه مثلا FATF درست تشخیص بده ولی نمیتونه مسئله رو با جامعه در میون نمیذاره، فکر نمیکنه که آخر کار این با مردم یه عهدی بسته، باید به اون پیمان خودش وفادار بشه، فکر میکنه که باید مسئله رو بره جای دیگری حل و فصل بکنه. وقتی مسئله اجتماعی نشد، وقتی نهاد مدنی تضعیف شد، دیگه شما در واقع از این دولت انتظار کارایی ندارید. خب نتیجه این رفتار دولت 11 12 هم چی شد؟ ما الان تقریبا تو ایران 5 تا دولت دارید. خب کشوری که 5 تا دولت داشته باشه اصلا شما توش کارآمدی دیگه بی‌معنیه. شما الان در واقع مجلس وظیفه‌ش الان تو ایران قانون‌گذاریه یا کاملا به صورت یک دولت رقیب داره عمل میکنه، هر روز یه مقرره میذاره، یک وضع میکنه، بعدش اگه این کار نکنی در واقع نقره داغت میکنم فلان. اصلا در واقع امکان اینکه دولت بتونه نسبت در صحنه اجرا عمل بکنه ازش بگیره. شما در واقع همین قانونی که گذاشتن برای تحریم، در واقع دور زدن تحریم ها و در واقع بنان قانون ضد تحریم، در واقع قانون چی بود؟ قانون بود که آقا تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، یعنی واقع دولت رو کاملا در انفعال کامل قرار دادن در برابر امریکا. گفتن تو باید منتظر باشی ببینی امریکا چی کار میکنه، هر کار که امریکا کرد تو در برابرش موضع گیری کنه. یعنی در واقع اصلا دولت رو خلع سلاحش کردن. خب معلومه دیگه تو این سیستم اصلا مفهوم کارآمدی دیگه معنی نداره. ما الان در واقع یا فرض کنید که الان مجمع تشخیص مصلحت به صورت یک دولت مستقل داره عمل میکنه، خب دولت کارآمد دولتی که بتونه یک مسئله رو که تشخیص داد بتونه منفعت عمومی ایجاد بکنه دیگه. فرض کنید دولت تشخیص داد با مسئله FATF حل کنه، تبدیلش میکنه به لایحه، میبره مجلس، مجلس تصویب میکنه. خب این دیگه قانون اساسی ما همینه دیگه، شورای نگهبان هم میگه این مقررات قانون اساسی نداره، یه کسی از یه جای دیگه ورود پیدا میکنه کل عملیات دولت متوقف میکنه. حالا شما چگونه میخواید مسئله کارآمدی را حل و فصلش کنید؟ تو بحث انتخابات خیلی مهمه که توی این شرایطی که ما الان در پیش رو داریم اون کسی که میاد حرف میزنه چقدر ریشه مسائل رو درست تونسته بفهمه و چقدر میتونه این مسئله رو با مردم در میون بذاره. یه وقتی که مثلا یه کسی میاد میگه آه همینه که هست، ما قراره که یک اقتصاد غیر رقابتی داشته باشیم، یک اقتصاد 100% زیرزمینی داشته باشیم، یک اقتصاد غیر شفاف داشته باشه، ولی در این حال ما دوست داریم که به جای که 45,000 تومان یارانه بدیم 100,000 تومان یارانه بده. این دیگه به نظر من عمق عوام فریبیه، یعنی در واقع مفهومه که در واقع این من فکر میکنم این مسئله نیست که مردم متوجه نشه، اینه مردم به خوبی متوجه میشن که این افزایش یارانه یعنی 45 تومن به 100 تومن 110 تومن 120 تومن با حفظ این که در واقع همه اقتصاد زیرزمینیه و در واقع تو شفافیتی در کار نیست، خب او برش شما در واقع کارخونه تولید فساد داره با سرعت فساد تولید میکنه. حالا شما این برداری به یک مردمی مثلا میگی من به جای 45 تومن به شما ماهی 100 تومن میدم، خب این که دیگه در واقع به نظر من یه چیزه. اونم بحث دولت کارآمد که میگید که از توین دیگه هیچ کارآمدی در نمیاد، که این که مفهومش یک نوع دولت پوپولیستی ارشد خدمت شما فرسایشیه و مردم رو به سمت فقر مطلق پیش میبره. بحث فساد رو که شما اشاره کردید که ناشی از اون عدم شفافیت و غیر شفاف بودن آزاد ساختار اقتصادی هست، این چقدر به نظر شما در دولت‌های مختلف میتونه به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی شناخته بشه؟ چون به هر حال مشکلی که در طول سال‌های بعد از انقلاب هنوز حل نشده. نکنید فساد دو تا تعریف از فساد میشه توی دنیا. یه وقتی اینه که خب آخر کار همه کسانی که به قدرت دسترسی دارن در معرض فساد هم. خب این همه جا هست. شما در واقع هیچ جایی در دنیا نمیتونید بگید که این فساد صفر میشه. به همه خاطر مرتبا بحث پرسشگری، بحث نظارت، بحث عرشبت بجلس، بحث شفافیت و بحثای از این مسائل مرتب مطرح میشه.
یه وقتیه که شما میایید یک فضایی رو فراهم میکنید که اساساً اقتصاد رو غیر رسمیش میکنید و اقتصاد رو زیرزمینش میکنه. اینجا در واقع شما در واقع این موضوع رو فساد رو دیگه براش بستر زایش ایجاد کردید. این فرق میکنه با اینکه یه مدیری حالا میخواد تو بخش خصوصی باشه که مثلا میخواد کارش پیش بره یه رشوه میده، یا یه کسی توی بخش دولتی باشه که در واقع از موقعیت خودش سوء استفاده میکنه. اینجا در واقع شما یک سیستمی درست کردین، یه سیستم داره فساد تولید میکنه. ما مشکلمون توی ایران اینه که وقتی که اقتصاد زیرزمینی شد، دوستان متوجه نشدن که چی کار دارن میکنن. مشکلی که ما داریم از دولت ارشد نهم و دهم شروع میشه. تو اون دولت در واقع تحت عنوان انقلابیگری ظرف کمتر از دو سال 6 تا تحریم و 6 تا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران رو داره. خب این معلول یک سیاستی بود دیگه، وگرنه اون شورای امنیت اون که سر جای خودشون بودن. یک سیاستی منجر به یک همچه داستانی شد. این سیاست توی ایران تحت عنوان انقلابیگری ارشد خدمت شما که توجیه شد و بهش مشروع داشت که آقا ما انقلابی هستیم، چون که انقلابی هستیم میریم این کار رو میکنیم. و بعد چه بودن؟ خب حالا وقتی که کشور مشمول ارشد خدمت شما که تحریم سازمان ملل شده که ما نمیتونیم بریم کت بسته در خودمون تسلیم کنیم، بنابراین باید مقاومت کنیم. الان از اون تاریخ چقدر چند سال میگذره؟ چیزی حدود 14 سال میگذره. الان وقتی که ما ببینیم که هزینه و فایده این کار چی شد، بحث‌های سیاسی رو هم می‌ذاریم کنار، بحث‌های سیاسی جای خودش کسای دیگه میتونن بحث بکنن، من فقط از جنبه بحث فساد بخوام بحث رو مطرح کنم. حالا بحث من اینه که بنابراین یک چیزی رقم کمی نیست، سال حدود 20 تا 25 میلیارد دلاره. یک سال هم که نیستش که، تا حالا بیش از شاید خدمت شما 10 سال به طول انجام میده، هیچ نشانه هم نیست که در واقع این داره تموم میشه. بنابراین خود این یه بازار بسیار بزرگیه، یه بازار ادامه دار بزرگیه. خب به تدریج توی این بازار یه دزینف میشن، توی اون دستگاه خریدار یه عده زینف میشن، تو حمل و نقلش یه عده زینف میشن، تو بانک مقصد یه عده زینف میشن، تو بانک مبدا یه بانک واسطه میانی یه عده زینف میشن، تو سیستم ارشد اینور یه عده زینف میشن. من که اینا رو از منظر اقتصاد سیاسی نگاه میکنم میگم خب یه دفعه یک شبکه‌ای داره خلق میشه. این شبکه در واقع نونشون تو چیه؟ تو ادامه این وضعه. این شبکه نه کارش تولید کالاست، هیچ چیز نیست. این شبکه فقط کارش اینه که در واقع این کالا رو به صورت غیر رسمی عبور بده. خب حالا شما بحثی که بحث راجع به فساد دارید، بحث اینجاست. آیا اگر شما کل این داستان رو به هم نزنید، میتونید بگید من با حفظ این داستان، یعنی همچنان میخوام سهم اقتصاد غیر رسمی نسبت به اقتصاد رسمی فزاینده باشه و این هزینه هم وجود داشته باشه، ضمناً میخوام که شفافم باشه، ضمناً میخوام فسادم نباشه. خب به نظر من در واقع داریم تعلیق به محالش میکنیم دیگه. خب حالا اون کسایی که در واقع دارن شعار انقلابی میدن باید بیان ببینن که تو این 14 ساله که این شعار رو دادن و ایران رو درگیر تحریم های سازمان ملل کردن، فارغ از هزینه های سیاسیش، بیان تو هزینه های اقتصادی ببینن که یک چقدر پول تو این وسط در واقع توزیع شد و از اون مهمتر چه شبکه های فساد فراملی تشکیل شده
که منافع این شبکه‌های فساد فراملی ادامه این وضعیت ایرانه. آیا میصرفه؟ یعنی هزینه فایده رو من از این ناحیه دوست دارم یه بار نگاه کنیم که ببینیم این هزینه فایده این کار رو یه بار نگاه کنیم. ما در واقع هزینه این اقدامات حضرات این شده که در واقع اقتصاد ایران غیر رسمی بشه. من خب خیلی به صراحت میگم در اقتصاد غیر رسمی در واقع زمینه برای توسعه فساد فراهمه و اصلا شما در اقتصاد غیر رسمی نمیتونید با فساد مبارزه کنید. اگر آقای روحانی به جای روی کرده امنیتی میامد روی کرده اجتماعی انتخاب میکرد و این مسئله را با مردم در میان میگذاشت، این مسئله این است که تو اتاق دربسته مسئلهش قابل حل و فصل بشه. این مسئله باید با مردم در میان گذاشته بشه. مردم باید بدونن هزینه این سیاست هم از جهت اقتصادی مالی چقدره و همین که در واقع چه شبکه‌های دورش تشکیل بشه و اون شبکه‌ها چه منافعی دارن. بعدش اون شبکه‌ها دیگه نمیام بگم ما به خاطر اینکه داریم نون می‌خوریم دوست داریم این شبکه ادامه این کار ادامه بده. اونا میان خدا و پیغمبر و چه می‌دونم هر چی معیارهای ارزشی تو عالم وجود داره همه اینا رو صرف شعارهای خودشون می‌کنن و فسادم بدون اینکه اقتصاد ایران رسمی بشه اصلا امکان پذیر نیست حلش. بقیه حرفایی که زده میشه همش بعد از اینکه یک اراده تشکیل بشه اقتصاد ایران رسمی بشه. برای که اقتصاد ایران رسمی بشه باید مسئله FATF حل بشه. اصلا بدون مسئله FATF غیر ممکن اقتصاد ایران رسمی بشه. خب این اون مسئله بنیادی ممکنه. خب توی سطح عموم مردم این تحلیل وجود نداشته باشه، فکر می‌کنن آقا مثلا FATF بازی دو تا سیاستمدار با هم دیگه است. نه، اصلا بحث FATF بازی دو تا سیاستمدار نیست. اصلا بحث من FATF هم تنها FATF نیست، اساسا بحث من اینه که استراتژی حاکمیت باید بره به سمت اینکه اقتصاد رسمی بشه. رسمی شدن اقتصاد خیلی الزامات داره. یه الزاماتش برجامه، یه الزاماتش FATF، یه الزامش تبعیت به پیوستن به WTO هستش. اقتصاد ایران باید بتونه رسمی بشه. اگر رسمی نشه همین آش است و همین کاسه.